سلام، مریم لطیفی هستم، با یکی دیگه از برنامه‌های سکند هوم استوری در تهران در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم بریم به یک لابراتوار دیجیتال با فرآیندها و فعالیت‌های خیلی متنوع و متفاوت. با ما همراه باشید. امروز اومدیم به یک لابراتوار دیجیتال، لابراتواری که هم کارهای سنتی رو انجام میده اما رویکرد بیشترش به سمت کارهای دیجیتال هست، لابراتواری که فرایندها و فعالیت‌هاش رو دیجیتال بیس کرده و خیلی محصولات متنوع و متفاوتی داره. در خدمت آقای مهندس پیمان راد هستیم در شرکت و لابراتوار اوپال. ممنونم، سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. تشکر میکنم از اینکه تایمی برای من گذاشتید و من در خدمتتون هستم و این قضیه برای من خیلی خوشحال کننده و باعث افتخاره. خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنون از اینکه پذیرای ما بودید و اجازه دادید که ما از محیط لابراتوارتون فیلم برداری داشته باشیم و بتونیم انتقال تجربیات داشته باشیم با بینندگان محترم. خب آقای مهندس، برامون از خودتون، از تحصیلاتتون و از شرایط کار حرفه‌ایتون بگید. خدمت عرض شد که اسم کامل من پیمان امینی راد هست که اکثر پزشکا و همکاران منو به اسم راد میشناسن یا لابراتوار اوپال. من فعالیت خودم رو توی زمینه دندونسازی از زمان دوران کارشناسیم شروع کردم. زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم وارد حرفه دندونسازی شدم. من کارشناسی مهندسی مکانیک دارم و کارشناسی ارشد MBA. ادامه تحصیلم رو تو زمانی که مشغول به فعالیت دندونسازی بودم ترجیح دادم یه رشته دیگه مدیریت به تحصیلاتم اضافه کنم و این حس میکنم یه مزیت خوبی بود توی کارم، دید منو بازتر کرد. حتی رشته مهندسی که خوندم توی مخصوصا بحث دیجیتال واقعا یه دید خیلی خوبی به من داد که تونستم یه پیشرفت تقریبا بسزایی داشته باشم توی این موضوع. یعنی اون علم مدیریت کمک کرد که بتونید از علم مهندسیتون هم بیشتر استفاده کنید؟ جفتش به نوعی توی کار واقعا حس کردم که کمکم کرد، هم مدیریت توی بحث مدیریت کارها، هماهنگی با پرسنل ها، ارتباط با نیروها، چطور رفتار کردن این موضوع و بحث مهندسی توی کار راه انداختن، خلاقیت کار، بحث دیجیتال، چطور با نرم افزار کار کردن، چطور راحت تر بودن و واقعا کمکم کرد. خلاقیت هایی که من حس میکنم توی کارم دارم مدیون اون قسمت مهندسیش هستم. خب آقای مهندس، از ایده استارت لابراتوار بگید، چی شد که به این سمت اومدید، چه انگیزه ای داشتید؟ ببینید، من که وارد این کار شدم یه علاقه خاصی هستم به کار داشتم، یعنی فقط صبح تا شب داشتم میدویدم که مثلا کار یاد بگیرم. تو قسمت‌های مختلف لابراتوار قسمت‌های مختلف داره، مراحل مختلف داره که به هم پیوستن. حتی من یادم مثلا با اون همکارایی که اون موقع من تکنسی هم بودم، من هی میدویدم تو تایم آزادم تو یه قسمت دیگه که بهم میگفتن تو چرا میچرخی، یه قسمت وایسا کارتو انجام بده، چرا میری حالا اینو نگاه می‌کنی دوره میری اونو نگاه می‌کنی. گفتم من واقعا دوست دارم. یعنی طوری شده بود که من 10 سال پیش وارد این کار شدم، توی ماه مثلا سوم چهارم تمام قسمت‌ها رو تقریبا آشنا شده بودم که تقریبا به مرور زمان توی قسمت‌های مختلفش از پرپش، پورسلن‌گذاریش، وکسابش که شروع کردم فعالیت رو تو اون قسمت‌ها بودم. مهمترین چیزی که برای من ایده بود، من روحیه کارآفرینی داشتم، یعنی واقعا دوست داشتم یه بنگاه تولیدی داشته باشم. از بچگی تو ذهنم این بود که یه کارخونه داشته باشم، بتونم یه چیزی تولید کنم، مدیر کارخونه باشم. ولی خب تو این لابراتوار دیگه وارد شدیم و اینکه بالاخره اینم یه بنگاه کوچیک تولیدیه. من پدرم کارمند شرکت نفت بودش و اینکه دوست داشت منم کارمند باشم، مثلا منو ببره شرکت نفت، اونجا منم حالت کارمندی یه روال زندگی روتین و خوبی داشته باشم، آینده تضمین شده. ولی خب من روحیم اینجوری نبود، همیشه دوست داشتم یه
کار تولیدی، یه بنگاه تولیدی داشته. خب الان تایید میکنن که این کار هم خوب هست یا نه؟ هنوز همچنان خودش اون قضیه هست، نظرشون عوض شده؟ نه، خدا رو شکر راضی هن و این که همیشه باهاشون صحبت میکنم بهشون ثابت کردید که این هم میتونه خیلی خوب باشه. این روی کارآفرینیه برای من خیلی مهم بود که هم پیشرفت خودم و هم این قضیه باعث شد که من بعد از این که حس کردم توانایی اینو دارم که همه قسمت‌ها رو هندل کنم، اگه کسی نبود رفتم لابراتوار زدم. آقای مهندس، دوست دارید بهمون بگید که دنتال چطوری وارد زندگیتون شد؟ از کجا دنتال وارد شد؟ من از طریق یکی از دوستام کارشناس پروتز دانشگاه تهرانن، آقای آقاجانی، از همینجا از ایشون تشکر میکنم. من از طریق ایشون با این قضیه آشنا شدم و فعالیت کردم، مدت‌ها پیش ایشون بودم، پیش یکی دیگه از دوستان خوبم آقای مهران عظیمی کارشناس پروتز دانشگاه شهید بهشتی، از استادای واقعا خوب من بود که من کنار ایشون خیلی رشد کردم. بحث ایمپلنت رو تو این سالها من تخصصی بیشتر رو زمینه ایمپلنت کار کردم، مطالعاتم توی بحث پروتز روز به روز هی بیشتر شد، علاقم بیشتر شد، مطالعاتم بیشتر شد، کتابای جانبی توی بحث ایمپلنت، توی کم کم وارد آشنا شدم با قسمت دیجیتال، دیدم که سیستم دیجیتال داره وارد میشه، وارد این حوزه شدم، اسکنر خریدم زمانی که تکنسیان بودم. گسترش دادید کارتونو با توجه به پیشرفته. در مورد اسکنر که لب اسکنر مثلا تازه اومده بود منتها بحث میلینگ و اینا محدود بود، چند تا لابراتوار تو تهران بودن که این قضیه رو داشتن انجام میدادن. من اسکنر خریدم و به تبع اون شرکت یه چند ساعت آموزش داشت برام و من رفتم اون آموزش رو دیدم، خیلی علاقه اصلا تو وجودم موج میزد تو بحث دیجیتال. خودم رفتم دوباره هی پیگیر چرخیدم توتوریالات، نمیدونم فیلمای آموزشی، چون مثل الان کورسایی نبود که بخوام کلاسی برگزار کنم، اینقدر رایج نبود. نه، اسکنر من اومد، اومدن نصبش کنن، بعد از یک ماه مشکل داشت، اسکنر نوعی که اومده بود مشکل داشت و ران نمیشد، دقیقا یادم نیست چه ایرادی داشت، که شرکت گفتش ما مجبوریم اینو عودت کنیم، برگردونیم یه اسکنر دیگه براتون بفرستیم. این پروسه، این که یه اسکنر دیگه بیاد، دوباره یکی دو ماه زمان برد. این یکی دو ماه این فرصت رو به من داد که من برم تو شرکت دیو یا دایو پارس که مدیرشون آقای مهندس مینایی است و اینا اجازه دادن من برم تو سنترشون تو این تایم کارهای خودم رو اونجا انجام بدم. و این خودش باعث شد من دوباره باز یه رشد بیشتری بکنم، چون جزو شرکت‌های ایمپلنت پیشرو بودن که بحث دیجیتال رو استارت زد. اینجوری شد که وارد کم کم صنف عرصه دیجیتال شدم، جزو لابراتوردارهای دیجیتال جوان و موفق. مهندس، میتونم که علاوه بر اینکه لابراتوار دارید و کار فنی لابراتوار رو انجام میدید، مدیریت اینجا رو انجام میدید، یه سری فعالیت دیگه هم در همین زمینه داشتید، دوست دارم که در رابطه با اونها هم بشنوید. من علاقه خاصی که به پروتز ایمپلنت داشتم، تمام سیستم‌های ایمپلنت و سیستم‌های مختلفی که تو ایران کار میشه اکثرشو اینا رو همه رو نشستم دونه دونه با دید مهندسی نگاه کردم، قشنگ زوم کرده بودم اینا چه فرقی با هم دارن. توی سیستم‌های کره اکثرا مثلا اینو میشناسن که کامپتیبلن، یعنی به هم میخورن، این سیستم به این سیستم میخوره، این سیستم به این سیستم میخوره، ولی من نشستم مثلا دقیقاً زوم کردن که این با این چه فرقی داره. دقیقاً فرقای خیلی ریزی که پایین کانکشن، پایین اون هگز 6 زلی که داره، مثلا توی اون یه کونیکی داره که توی هر سیستمی با هم مثلا متفاوته. توی مثلا سی ام آی اون قسمت کنیک 600 میکرونه، توی دنتیوم کمتره، توی دیو به همین صورت، بعد میاد مثلا توی برفرض آستم کره
این قسمت کونیک اون پایین نداره، فقط قسمت هگزش هست. ولی به ظاهر نگاه کنی هیچ تفاوتی تو اینا نمی‌بینی. این قضیه باعث میشه که مثلا این هر اباتمنتی روی فیکسچر خودش سوار کنیم خیلی بهتره. به مرور زمان باعث تحلیل استخوان کمتری میشه اطراف این پلند. چون اون قسمت کونیکه باعث میشه توی مثلا سی ام آی روی برفرض ایمپلنت آستم بشونیم اون 600 میکرون گپ ایجاد میشه. اون به مرور زمان باعث مثلا ممکنه اسکرو لوزنینگ بشه، باعث تحلیل استخون بشه. من این قضیه برام خیلی جالب بود. پس عملا این بحث کامپتیبیلیتی که وجود داره واسه حالا این اباتمنت ها و روی بیاد تی بیس های دیگه بشینه از نظر مهندسی رد شده هست و کار اشتباهی نباید نباید روهم. آره دیگه، نباید مثلا یه سیستم و یه سیستم دیگه میتونیم بخوره. بگیم که پس اون درصد سازگاری شاید در ظاهر هست، در واقعیت ابعاد میکرونی با هم متفاوت هست. و خب همین ابعاد میکرونی در دندان پزشکی و به مرور زمان عمر ایمپلنت رو ممکنه تغییر بده. بحث دیجیتال رو من چون سیستم های ایمپلنت رو میشناختم، وارد مثلا قسمت کاستماایز ابادمنت شدم، طراحی اونا، لایبرری یا سیستم های مختلف، کم کم این قضیه باعث شد که مثلا با شرکت دنتیوم اومدیم ازشون دستگاه خریدیم، دیدن که مثلا من اطلاعاتم تو این زمینه زیاده، حالت مثلا کورسای آموزشی برگزار کردن که من به عنوان مربی اونجا بحث دیجیتال رو اومدم آموزش دادم توی جلسات مختلف و این قضیه برای خودم خیلی جالب بود، دوست داشتم. میدونم که خیلی سن زیادی نداری، جز جوانهای موفق و با انگیزه و میتونم بگم که خلاق، چون علاوه بر اینکه لابراتوار دارید حالا این رو توی یه قسمت خیلی خاصی وارد شدید، از یواش یواش دارید وارد فیلد آموزش هم شاید میشید. خب میدونم که احتمالا در آینده یه پلن های متفاوتی هم توی زمینه دارید. دقیقا هم دو سال پیش توی کنگره دیجیتال دنتیستری متال تو سرامیک اونجا هم سخنرانی داشتم برای دندانپزشک تو همین زمینه کاستماایز ابادمنت ها که چی جوری طراحی بشه که نیروهایی که انتقال پیدا میکنه به فیکچر بهترین حالت باشه، نیروی محوری کمتر وارد بشه، عمر ایمپلنت بیشتر بشه، طراحیش به چه صورتی هست، مزیتاش چیه و اینکه کاستماایزی که اینجا انجام میشه یه سری مزایا شما میگیریم، پلتفرمشو، ارتفاعی که میخواییم ساپورت کنیم، جینجوالهایشو، مقداری که زیر لسه میخواد باشه، اینا رو ما میایم ساپورت میکنیم، ارتفاعی که نیاز داریم تا فک مقابل، اگر بیشتر میخواییم کمتر میخواییم. اما مهمترین قضیه اینه که رعایت نمیشه، اینه که ما امرجنس پروفایل هر دندونی با هم متفاوته. یعنی ما باید ابادمنت رو در اصل جوری طراحی بکنیم که فرم دندون تراش خورده ی اون سیستم باشه، کاملا شرایط بیمار و شرایط طبیعی بیمار رو حفظ کنیم. دقیقا نیروی که وارد میشه اون موقع نیروی مستقیمی است. اون نیاز به کاستومایز هیلینگ داره، یعنی هیلینگ ما به صورت اون دندون تراش خورده باشه. وقتی هیلینگ بسته میشه دندون لسه ما اون بستر اون فرم رو بگیره که ما بتونیم اون پلتفرم رو توش رعایت. وقتی به این صورت نباشه ما مجبوریم یه ابادمنت حالت پری فابریکیت شرکتی ها با اون پلتفرم دیزاین بکنیم. این یه نکته ای که من دارم خیلی روش چیز میکنم که کم کم بریم این سمت که من حتی کاستماایز هیلینگ بتونم یواش یواش، یعنی یواش یواش که نه، خیلی با سرعت دارم به این سمت پیش میرم و خب خیلی ها از قبل رفتن که تقریبا شاید ابادمنت های شرکتی با ایمرجنس پروفایل های استاندارد شرکتی شاید برای یه قسمت هایی دیگه مورد استفاده قرار نگیره و ترجیح دیگه میره به سمت کاستماایز شدن، که خب این میطلبه تعامل بسیار زیاد اون لابراتوریست و اون کسی که داره این کار رو به صورت حرفه‌ای انجام میده و اون دندانپزشک. چون به هر حال دندانپزشک از داخل دهان بیماری اطلاعاتی رو باید به صورت خیلی کامل بده به لابراتوار و لابراتوار اون رو کاملا لمس کنه. قبلش باید اینو لمس کرده باشه. من توی حالا این گفتگوهای متفاوتی که داشتیم با آقایون دکتر، آقایون مهندسی که داشتیم یا خانم دکترها، واقعا این رو لمس کردم که چقدر انگیج شدن
علم‌های مختلف در مثلا دندانپزشکی، مهندسی وقتی میاد باهاش اینگیج میشه چقدر میتونه برآیند بهتری داشته باشه، که شاید اون کسی که این شرایط رو نداره هنوز این رو شاید خیلی خوب لمس نکرده باشه. دقیقاً. خب آقای مهندس، امیدوارم که خستتون نکرده باشید. میدونم که خیلی پرمشغله هستید در لابراتوار و حالا در قسمت‌های دیگه کارتون هم به همین صورت. دوست داریم که بدونیم این مدیریت به چه شکلی توی لابراتوارتون انجام میشه، چون بخش‌های مختلفی برها توی لابراتوار هست و همه این بخش‌ها از بخش‌های دیگه تأثیر می‌گیرن. نحوه چیدمان پرسنلتون به چه صورتی است و اینها رو به چه شکلی مدیریت می‌کنید؟ ببینید، لابراتوار قسمت‌های مختلف داره. وقتی یه سفارشی میاد برای ما، سوپروایزر کلینیک زنگ میزنه قالب داریم، اول موتور سوار میره قالب رو میگیره میاره ارجاع میده به قسمت قالب ریزی. توی قسمت قالب ریزی قالب ها ریخته میشه، حالا هر کدوم به تبع خودش، قالب این پلن، قالب لامینیت، حالا هرچی روکش، قالب ها ریخته میشه، بعد میاد تو مرحله بعد ثبت میشه، بعد تقسیم میشه تو قسمت های مربوطه. اگر ایمپلنت، سفارش عبادمنتش، اگر قراره کاستمایز بشه، عبادمنتش طراحی بشه تو قسمت دیجیتال، اگر عبادمنت همراهش مثلا فرستاده شده یا دست ماست، ادامه کارش انجام میشه میره قسمت پرپ، اگر پایه دندونیه یا زیرکونیاس میره دوباره قسمت دیجیتال یا قسمت وکساب. کارا وکساب میشه اگر بیس متال باشه، بعد سیلند بسته میشه توی کوره حذف موم میشه، بعد کستینگ میشه، ریختگی انجام میشه، آلیاژ ذوب میشه، تزریق میشه، میشه وکساب ما متال. اگر وکساب دستی باشه که وکساب کار وکساب رو انجام میده، اگر بخوایم دیجیتالش رو کار کنیم، اسکن میکنیم، طراحی میکنیم با پرینتر، پرینتش میکنیم، یا نهایتاً با میلینگ میایم وکسش رو میتراشیم. در نهایت میشه بیس، قسمت بیس متالش کور متالمون آماده میشه. اگر زیرکونیا باشه طراحی میشه، دستگاه میلینگ زیرکونیا اون کور رو میتراشه و بعدش کار سینترینگ انجام میشه، کور زیرکونیامون آماده میشه. بعد میاد تو قسمت بعد که قسمت پورسلن باشه، دکور کار. اگر پی اف ام باشه اوپک میخوره، اوپک اون لایه فلزی روکش رو میاد میپوشونه که سیاهی از زیر نزنه، چون سرامیک نور از خودش عبور میده و پودگذاری میشه. و در نهایت اگر هر کدوم این قسمت ها نیاز به امتحان داشته باشه، ارجاع داده میشه به کلینیک یا مطب برای امتحان. اگر ایمپلنت باشه مثلا امتحان فریم بخوان، امتحان فریم، امتحان دورالهی بخوان یا رزین بخوان، تو اون قسمت امتحان فرستاده میشه، یا تو همین پورسلن قبل از گلیز امتحان فرستاده میشه. در نهایت کار گلیز میشه و برای تحویل به بیمار ارسال میشه. خب این قسمت های مختلف همش توسط خودتون مدیریت میشه یا در بخش های مختلف مدیرها یا کارشناس های متفاوتی هستن؟ هر قسمتی معمولا یکی دوتا تکنسیان تا سه چهار تا نیرو مدار، که هر کدوم تو قسمت خودشون یه نفر مسئول اون قسمته که کارو چک بکنه بره مرحله بعد. توی مرحله بعدم دوباره کسی که کار میاد دستش باید چک بکنه که کاری که از مرحله قبل اومده باشه کار درستی باشه، کار مشکل دار نباشه، که ادامه کارو نفر بعد روش انجام بده. اگه کار مشکل داشته باشه باید برگردونه تو قسمت بعد، اگه قابل اصلاح باشه اصلاح بشه، اگه نه تجدید بشه. همین سلسله مراتب ادامه پیدا میکنه و من خودم هم نظارت دارم روی همه قسمت ها. در نهایت موقع خروج کار دوباره خودم کار رو چک میکنم. خب توی اون قسمتی که حالا هر بخش یک نفر رو میفرمایید به عنوان چک کننده کار یا کنترل کننده نهایی اون بخش هست که اون کار رو کنترل میکنه و میره قسمت بعد، آیا اون فرد خودش هم فعالیت اجرایی داره یا نه فقط فعالیتاش مربوط به هماهنگی بین بخش هاست و فقط کار هماهنگی و کنترل رو داره؟ نه، خود اون شخص هم کار رو انجام میده، چون واقعا اونجوری نیرویی که بخواد فقط مثلا هر قسمت رو جدا جدا یه نفر باشه واسه نظارت، واقعا یه ذره از لحاظ تا
تایمی و هزینه‌ای و شلوغ بودن واقعا این قضیه ذره تو مزیقه، ولی هر قسمتی یه نفر ارشد هستش که اون قسمت رو تحت نظارت ایشون میره قسمت بعد و تحت نظارت خودم. و اینکه دوباره یه خانومی تو لابراتوار قسمت مدیر داخلیه، دوباره ایشون هم توی قسمت‌های مختلف مثلا چک می‌کنه، یک نفر برای کل قسمت است، ولی توی هر قسمت کسی که ارشدتره کارو باید طبق نظر ایشون بره تو مرحله. خب پروسه پذیرشتون چطور صورت می‌گیره آقای مهندس؟ کارهایی که از کلینیک آره کارهایی که از کلینیک میاد، حالا به هر حال از دندانپزشک کارو ارسال کرده براتون، اینجا به هر حال یه مراحل ثبت قطعا دارید. به چه شکلی ثبت سیستمی هست یا سیستمی نیست، و اینکه خب به چه شکلی پرونده سازی ها انجام میشه؟ ببینید من خب نرم افزار داریم برای ثبت کارا، کارها که میاد همشون یه دستورکاری توسط پزشک نوشته شده، نوع کار، تعداد کار، سیستمش، اتفاقایی که باید براش بیفته. یه دستور کار مشخصی دارید شما برای پزشکاتو میفرستید؟ میفرستیم طبق اون نوشته میشه، یه نسخه پیش خودشون میمونه، یه نسخه هم میاد همراه کار پیش ما. کار تو هم دفتر به صورت دفتری هم تو سیستم ثبت میشه و دستور کارا هم بایگانی میشه که ما حتی اگر نیاز باشه برگردیم عقب، توی سیستم نتونستیم چیزی پیدا کنیم، توی دفتر نتونستیم، خود دستور کار رو دوباره چک میکنیم ببینیم که چیزی نیاز بوده، از قلم افتاده، نیفتاده، چک شده. بعد این اطلاعات رو تا به چه شکلی و تا چه طول مدت زمانی اینها رو ذخیره دارید؟ توی دفتر و سیستم که میمونه سالها، چیزی رو دیلیت نمی کنی، فقط تاریخ‌های بروز میشه. ولی مثلا دستورکارها، چون دستورکارهایی که من دارم حالت کاربوندار، یه نسخه دست پزشک میمونه، یه نسخه هم میاد من بایگانیش میکنم. اینو تا چند ماه من نگه میدارم، بعد از اون دیگه اونو میفرستیم میره از لابراتوار. بسیار عالی. خب پس چکیده ای از صحبتهای این قسمت رو بخوام داشته باشم این هستش که وقتی یک کار حالا توسط اون ارسال میشه به لابراتوار، ابتدا مرحله پذیرش و ثبتش انجام میشه، وقتی که اون ثبت شد وارد مرحله کاروایی میشه، با توجه به اینکه متریال چی باشه یا نوع کار چی باشه، اگر حالا وارد بحث پروتز بشیم که بخواد پروتز دندانی ساخته بشه، اگر متال سرامیک هست وارد بخش یا وکساب میشه، یا اگر قرار باشه آره یا سنتی باشه، اگر که غیر از اون باشه وارد بحث دیجیتال، اسکن، دیزاین، میلینگ، و در هر صورت فریم ساخته میشه. فریم با توجه به اون نوع متریالی که داره ارسال میشه به پورسلن گذاری، و در نهایت هم که گلیز و کنترل نهایی و ارسال برای دندانپزشک. خب ممکن هم هستش که این ما بین دندانپزشک بخواد کارش رو در یه مرحله خاصی قبل از کار نهایی امتحان داشته باشه. خب شما این رو به صورت کار حالا فریم ارسال می‌کنید، به صورت کارهای موقت هم ارسال می‌کنید برای دندانپزشکتون. برامون آقای مهندس از کارهای فول متال، کارهای مونولیتیک بگید، یا مونولیتیکایی که مونولیتیکا میتونه هم حالا فول متال باشه، که معمولا فول متال های مونولیتیک طلا، در جدیدن کار طلا یه مقدار زیاد شده، کسایی که فول طلا میخوان مثلا یه دندون خاصی. بیشتر برای کدوم دندون ها طلا استفاده میکنن؟ ومپایری دندون های نیشه. دندون کانی رو میخوان؟ دندون کانی، از دندون مثلا 4 تا دندون جلو اکثرا، یا 6 تا دندون جلو. ولی خب مونولیتیکا بیشتر توی فول سراما، توی حالا زیرکونیا تمام سرامیک، زولید یا آی پی اس ایمکس، لیتیوم دیسیلیکیتا، تو اینا بیشتر چیز میشه. اینا رو ما میایم همه رو اسکن و طراحی میکنیم، اونم مرحله چکش بهترین حالتش اینه که ما اول بیایم حالت پی ام ام ای اینو میایم موقت. آره موقت اینو ارسال میکنیم، فرم تقریبا نهایی کارمون میره تو دهن، نشستش چک میشه، اگر اجاست بخواد اجاست میشه، فرم نهایی که اوکی بوده و از همه لحاظ برمیگرده دستمون، و دوباره طراحی اون روکش سرامیکی که میخواد انجام بشه، اون به عنوان پیریوب، اون پی ام ام ای که ارسال شده به عنوان پیریوب توی دستگاه دوباره اسکن میشه و روکش ما ادابت میشه با اون، دقیقا اون چیزی که اجاز شده میشه خروجی کار ما.
که دوباره نخواد توی دهن ازش تراشیده بشه، کانتکتی باز باشه. چون زیرکونیا میدونید که اگر بخواد توی دهان یا توی لابراتوار سنگ بخوره یه سری مشکلات ایجاد میشه. ما کاری که ارسال میکنیم، یعنی همکارای من ارسال میشه به مطب، کار نشسته ارسال میشه. یعنی اگر بیاد روی ابادمن طراحی درست نباشه، روکش نشینه، ازش میزنن و میشونن و میفرستن میرن و پزشک این قضیه رو متوجه نمیشه. این تنشی که ایجاد میشه توی زیرکونیا باعث میشه میکرو کرک ایجاد شه. این میکرو کرک توی محیط وت دهان به مرور زمان رشد میکنه و باعث چیپینگ و شکست اون روکش سرامیکی میشه. این قضیه خیلی مهمه که طراحی که داری میکنی به چه صورت باشه، اون سمان گپی که میدی، اون فیتنسی که میخوایی بگیری، اون ریلیفی که نیاز داره بشه، اون اباتمنتی که پرپ میشه پارل باشه، این قضیه مهمه توی این نشست کار. این قضیه فکر می‌کنم یه مقداری برمیگرده به بحث وجدان شما که دارید این طرف قضیه هستید. چون شما اگر که به عنوان مثال هر کدوم از کرانهایی که تراشیده میشه مستلزم هزینه هست، هم از لحاظ متریال خود اون پروتز، هم از لحاظ اینکه خب به هر حال دستگاه یا صرف انرژی، وقت، پرسنل، همه اینها هست. حالا اگر به هر دلیلی اون نشست خوبی نداشته باشه و شما بتونید داخل اون رو بزنید، میتونید برای دکترتون بفرستید و اصلا هیچ اطلاعی ندید، اونو هم دکتر هم اطلاعی نداره، ارسال میشه، دهان بیمار گذاشته میشه و بعد از مدتی بیمار دچار مشکل میشه قاعدتا و لابراتوار خیلی راحت میتونه از این قضیه شونه خالی کنه. ولی خب به هر حال این بحث تعهد اون لابراتوار به اون دکتر هست و البته خب بعضی از دکترامون هم که میدونم خیلی خیلی زیرکانه این رو میدونن، یعنی یه آپشن هایی برای چک این مسائل دارن. ولی خب به هر حال بحث اون وجدان کاری هست که شما اون رو با وجود اینکه مستلزم هزینه میشید اما باز هم تجدید. آره، من ترجیح میدم این کار رو انجام بدم. چون واقعا ببینید، من وقتی با پزشکی که دارم کار میکنم، با پزشک جدید کار کردن سخت نیست، پزشک نگه داشتن سخته. پزشک راضی باشه از لابراتوارش، سالها کار بکنی با این قضیه رو، من خب دید بعدش رو نگاه میکنم، میگم که خب بعدن این اتفاق بیفته خودم باید دوباره بسازمش، دوباره دندون پزشکم باید اپوینتمنت رو باز کنه، دوباره قالب بگیره. چه بهتر که از اول یه کار درستی بدم که همون اعتماده به وجود بیاد و هم اون وجدانه راحت بشه یه جوره. مرسی آقای مهندس از توضیح خوبتون. خب آقای مهندس، برای جذب نیروی انسانی چه کار میکنید؟ پرسنلتون رو از کجا پیدا میکنید و به چه شکلی اینها رو پذیرش دارید؟ من نیروهام همه بچهای پروتز، کارشناسای پروتز، حالا اکثرا قدیمی تراشون کاردانیه. نیروهایی که پیش من از روزی که من لابراتوار زدم اکثرشون هستن، مگر اینکه مثلا خودشون دوباره لابراتوار زدن، خودم تا جایی که تونستم کمکشون کردم. مهمترین ملاک برای من اخلاق کار، روحیه کاره. چون من وقتی نیروم نیروی خوبی باشه برای من دل می‌سوزونه و وقتی من نیستم نیروم وا مثل سر کار کارشو تموم میکنه. اگر کمی و کاستیایی باشه خودم سعی میکنم بالا سر اون قسمت باشم تا کامل راه بیفته، طبق روال بشه. من سعی میکنم نیروهامو به این صورت پس انتخاب کنم. یعنی بیس نیروها یک تحصیلات آکادمی پروتز باید داشته باشن، نیروهایی که قرار هستش که تو بحث کارگاهی فعالیت داشته باشن. هستن نیروهایی که خب پروتز نخوندن ولی ترجیح بر اینه، چون یک سری اصطلاحات که نه مباحث علمی، خب اونا بیشتر آشناهن، یعنی خوندن، درسشو خوندن، دورشو رفتن، کارگاهاشو بودن، گذروندن، اینا رو بهتر میشه راه انداخت تا کسی که هیچ گونه اطلاعی نداره در مورد این کار. خب حالا یه پرسنل میان اینجا پذیرش میشن، جذب میشن و بعد به حال یه پروسه آموزشی دارن. از اون برامون بگید که پروسه آموزشیشون به چه شکلیه؟ خودتون آموزش میدید؟ از طریق دیگه آموزش میبینن؟
یا مثلا به قول معروف توی از نیروهای با سابقه تر آموزش میبینن به چه شکلی هست؟ البته من نیروهایی که اگر نیاز باشه اضافه کنم نیروهایی هستن که مثلا حالا جای دیگه کار کردن، کار بلدن، معمولا میان من طبق مثلا علم خودم، سلیقه پزشکام اینا رو کامل ترشون میکنم. اگر چیزی رو نمیدونن بهشون مثلا یاد میدم، ولی معمولا به این صورت. از محصولاتتون برامون بگید. من میدونم که شما محصولات متنوعی دارید، متفاوت هستن، علاوه بر پروتزهای دندانی که خب حالا توی متریال های مختلف میسازید، محصولات دیگه هم دارید، یه میلینگ سنتر جداگانه از این فضای لابراتوار دارید، از اونها برامون بگید. ببینید من قسمت ثابت و هم از روکش و پست و روکش های سرامیک و غیر سرامیک و ایمپلنت و نایت گارد و بلیچینگ و همه کارهای روتین لابراتوار انجام میشه. توی قسمت دیجیتال کارهای که مثلا بخواد طراحی بشه، ابادمن بشه، انجام میشه. یک سری کارها بابت لامینیت ها مثلا دیزاین میشه، طراحی میشه، پرینت میشه. میتونیم مکاپ کسب بسازیم مثلا برای مثلا کیس های لامینیتی که بیمار میاد هنوز دندون تراش نخورده، یه مکاپ کست مثلا ساخته میشه، ما میایم دیزاین میکنیم دندونای نهایی به چه شکل میشه. میتونیم مثلا تو لایبرری های مختلف، ماژول های مختلف به این فرم دندونا رو تغییر بدیم، ارتفاعی که میخوایم با مریض مثلا با مراجعه کننده پزشک کانفرم میشه، مثلا تایید میکنن که مثلا این دندون رو دوست دارن این شکل و این فرم و این ارتفاع رو، روند بودن و شارپ بودن زاویه‌های دندون و خب سلیقه بیمارا با هم متفاوته. اینو تو مرحله طراحی نرم افزار برای دکترتون ارسال می‌کنی؟ ارسال می‌کنم، میتونم کست و پرینت کنم براشون بفرستم. بستگی به اون درخواستی داره که بله. شما هر دو امکان رو دارید، هم از لحاظ تصویری دقیقا. هم از لحاظ ماکاپ کست. اون کست رو پزشک میتونه ماکاپ بکنه قبل تراش، بدون چه اتفاقاتی میخواد بیفته، کجا رو بیشتر باید تراش بده، کجا رو کمتر، شاید جایی اصلا نیاز به تراش نداشته باشه، جایی نیاز بیشتر دندون نیاز به تراش داشته باشه. بعد از همون ایندکس بگیره و بعد از تراش درجا روکش موقت بتونه تحویل بده که دندون حساس نشه. از این جور مزایا میتونیم استفاده کنیم. از پریمیلاتون برام بگید آقای مهندس، چه کار میکنید؟ چون میدونم تو سیستم های مختلفی کار میکنید. پریمیلت، حالا من یه توضیح کوتاهی بدم در مورد پریمیلت. حالا کسایی که همکارای من ملاد ممکنه آشنایی نداشته باشن یا دندون پزشکی که تازه دندون پزشک شدن، پریمیلت مثل یه ابادمنت میلینگ ابادمنت گوشت داره به قطر مثلا 1 سانت یا 14 میلی، دی 10 داره و دی 14 معمولا، که کانکشن و اسکروش از قبل توسط کارخونه مادر طراحی شده. کار که اسکن میشه، طراحی میشه، اون پریمیلده بسته میشه به دستگاه و دستگاه شروع میکنه به تراش اون پریمیل. و اون اباتمنت قسمت پلتفرم بدنه‌ای که ما طراحی کردیم و میاد از دل این میتراشه بر ما در میاره. و این پریمیلد هم تو برندهای مختلف موجوده، کانکشن و اسکروش از قبل هست و هر سیستمی کار شده باشه ما پریمیلد مربوط به اون سیستم و لایبرری اون سیستم رو استفاده میکنیم. آقای مهندس، یک مسئله‌ای که من جداگانه از لابراتوارها شنیدم و از اون طرف از دندان پزشکان شنیدم، دندان پزشکان همیشه یا اغلب میگن که لابراتوار ما رو درک نمیکنه که اینجا من چه شرایطی دارم، خب دارم لایو یا جراحی رو انجام میدم یا به هر حال یه کار مهمی رو اینجا انجام میدم، پر مشغله هستن، خیلی نمیتونن توضیح بدن آینه دندان پزشکمون. از این طرف لابراتوار یه فرصت محدودی رو داره واسه ساخت یه پروتز، تراش یه ابادمنت و با توجه به اون دستور کاری که از دکترش کسب کرده خب میخواد که بهترین کارش رو تحویل بده. دو تا مسئله اینجا هست. یکی این که لابراتوار دارها هم البته میدونم آقاین لابراتوار همیشه میگن دندان پزشکان ما رو درک نمی کنن.
مسئله که اینجا هست میخوام بدونم که شما برای تو کار حرفه خودتون این تعامل رو چطور برقرار کردین؟ ببین من تا جایی که میتونم سعی میکنم سینک بشم. خب یعنی دندونپزشک من اون سلیقه کاری که داره لحاظ کنم، خب یعنی کمترین ارتباط رو که بخواد تنش ایجاد بکنه رو داشته باشیم، مخصوصا مگر اینکه برای کیسایی که نیاز به ارتباطه، اونو خب طبیعتا حالا یا مستقیم خودم با پزشک در ارتباطم یا عکس کار ارسال میشه یا بچه ها با مسئول مطب یا کلینیک در ارتباطن که در مورد کارها هماهنگیش انجام بشه که کار درسته. یعنی مرتب در هر قسمتی که حالا با توجه به اون حساسیت دندانپزشکتون در هر قسمتی که نیاز باشه مرتب باشون در ارتباط هستید. خب اگر نتونن جوابگو باشن به چه صورتی خواهد بود؟ کارو دیگه نگه میدارید یا پیش‌فرض انجام میدید؟ نه، یه سری کارها که روتینه خب انجام میشه، مگر اینکه کیس خاصی باشه. کیس خاصی باشه نیاز به ارتباط داشته باشیم، اونو که معمولا دکتر خب جواب ما رو میده دیگه. مسئله دومی که هست اینه که خب هر کدام از دندانپزشکان حالا با توجه به اون علمی که دارن، یه دندانپزشکی از نظر خود من علاوه بر اون علم دندانپزشکی یه هنری هم توش وجود داره. خب هر کدوم یک سلیقه خاصی هم دارن، گرچه که خیلی بعضی چیزا واقعا سلیقه نیست، طبق اون قوانینش باید عمل بشه، اما خب سلیقه هم بعضی اوقات به عنوان چاشنی اضافه میشه به این قضیه. خب ممکنه که سلیقه یک دندانپزشک با سلیقه یک دندانپزشک دیگه کاملا متفاوت باشه. شما اینو تو کارتون چطوری پیاده سازی میکنید؟ ببین خب من با پزشکایی که کار میکنم بچه ها دیگه آشنا شدن، مثلا آقای دکتر برفرض مثلا احمدی فلان مدل دو مثلا میخواد در مورد مثلا لج یا تراسل، اگر پی اف ام باشه بیس متال باشه اون کلار فلزیه روتین، اگه مثلا برفرض چیزی نگن ما ممکنه بذاریم. اگر مثلا پزشک دوست نداشته باشه بگه که من نمیخوام اون قسمت فلزی دیده بشه، خب ما میدونیم که این پزشکمون این کار رو نمیخواد. معمولا بچه ها حواسشون از طبق سلیقه پزشک انجام میدن. اما در مورد مثلا یک سری کارها، مثلا در مورد ایمپلنت برفرض، ما چند مدل میتونیم یه روکش رو بسازیم، میتونیم اسکرو تایپش کنیم، میتونیم سمنتدش کنیم، میتونیم اسکرو سمنت کنیم. خب اینا بعضی از دکترها مثلا فقط میگن کارمون رو مثلا اسکرو تایپ بکنین که اون مشکل سمان کردن رو نداشته باشن، چسب در اومدن روکش رو نداشته باشن، اون مشکل لیکیج رو نداشته باشن، مشکل سمان رفتن داخل لثه و بون لاست و بون ریزوپشن و اینجور داستانا رو نداشته باشن. خب یه سری رو اسکرو تایپ میسازیم تا وسلیش. بعضی اسکروتایپ واقعا براشون سخته، خب سخت‌تر هم هست کار کردن اسکروتایپ داخل دهان، سمنتت براشون کار میکنه. حالا من پزشک دارم که اسکرو سمنت ترکیبی اینا رو کار میکنه، یعنی ما اباتمنت میذاریم سمان میکنه دکتر، ولی جای اکسس هول اباتمنت، سوراخ اباتمنت روی روکش تعبیه میشه، روی اونو کامپوزیت میذارن. یه مزیتی از این قضیه میگیره، اینکه بعداً اگر هر مشکلی پیش اومد، پیچ شل شد یا فلان، بتونه از اون سوراخ دوباره راحت در بیاره روکش رو یا صفر کنه و اینجور داستان. پس میتونیم اینطوری نتیجه گیری کنیم که یک سری قوانین خاصی رو طبق اون حالا استانداردها شما در لابراتوار خودتون دارید پیاده سازی میکنید، طبق سلیقه و قوانینی که هر دکتر یا هر دندانپزشک در اصل در نظر داشته باشه، شما کارش رو طبق سلیقه اون دندانپزشک اون کار رو براش ارسال میکنید، مگر اینکه دیگه باز یا طبق اون شناخت دیگه خودتون بتونید یه تصمیم گیری هایی داشته باشید. چه توقعی از دندانپزشکان دارید؟ یعنی چه کار کنن که این تعامله بهتر شه؟ چه کمکی میتونن اونا داشته باشن؟ یکی اینکه اطلاعات کاملی که میخوان رو بر ما بفرستن، مخصوصا الان در مورد رنگ ها، کامپوزیت زیاد شده، دندونا رنگ کامپوزیت میشه، برندای کامپوزیت فرق میکنه، هر کدوم حداقل اینجور کیسا رو مثلا عکس بر ما ارسال کنن علاوه بر نوشتن رنگ، که ما بتونیم ببینیم که آقا اون رنگ بلیچی که مد نظر مثلا پزشک منه چه مدل از بلیچیه، که من بتونم مثلا سرامیکم رو تقریبا منطبق‌تر کنم، کار کمتر رفت و اومد پیدا بکنم. یا مثلا توی
امتحان کارها یا رابطه گرفتن. مثلا ما امتحان دورالهی میفرستیم برای یه سری کارها رو، خب یه مزیتی ازش میگیریم. این که اگر رابطه دقیق نباشه، اگر روکش بلند باشه، خب توی فریم واقعا سخت تراشیدنش. اگر حالت دورالهی باشه راحت میتونن ازش بتراشن. اگر کوتاه باشه راحت ما میتونیم بهش اضافه کنیم دیگه، تو فریم این مشکل رو نمیتونیم رفعش کنیم، باید تجدید بشه. اگر درصدی قالب گیری خطا داشته باشه میتونن قطع کنن، تو حالت درست بس کنن، ما روی کست مثلا اصلاحش کنیم، آلترد کستش کنیم. اینجور تعامل رابطه گرفتن دوباره بعد از امتحان کردن، رابطه جدید گرفتن که ما بتونیم ریماند کنیم که خطا رو حداقل کنن. من خودم چون شنیدم و تجربه این رو داشتم، واقعا بعضی از دندان پزشکان ما یه دستور کار رو به قدری کامل و واضح می نویسن که اون تکنسیان وقتی داره اون دستور کار رو میخونه هیچ جای سوالی براش نیست، با وجود اینکه شاید نکات خیلی ظریف، خیلی حساس و خیلی زمانبر رو دندان پزشک خواسته باشه از لابراتوار، اما لابراتوار میتونه با حوصله و بدون اینکه وقت اضافه ای از اون دندون پزشک رو بگیره اون کار رو انجام بده. ولی خب حالا اگر که اون دستور کار کامل نبود، خواسته شما به عنوان یک لابراتواریست این هستش که به هر حال علاوه بر این که میدونید با احترام بر اون مشغله دندان پزشکای عزیزمون، رعایت این همکاری رو داشته باشن که این به نفع دو طرف هست، هم یعنی دندان پزشک هم لابراتواریست کارش رو به این شکلی انجام میده و شاید با یه سرعت خیلی بالاتر بتونه کارو برسونه، نتیجه خیلی بهتری خواهد داشت و در نهایت بیمار داره کارو از دست دندانپزشک دریافت میکنه، خب لذتشو میبره. یا حتی شاید اگر جای احساس میکنن که نیاز هستش که کیس حساسیه یا به هر حال یه مشکلی ممکنه وجود داشته باشه، یا لابراتوار این تشخیص رو داد که شاید توی این قسمتی که حساسیتی وجود داره، پیشنهاد لابراتواریست رو بپذیرن، یک مرحله اضافه تری امتحان فریم، امتحان موقتی رو داشته باشن و به هر حال همه اینها برای اون کیفیت کاری هستش که میخوان تحویل بدن. به هر حال حالا تو این دوران کرونا میدونیم که به هر حال دندان پزشکارمون یه مقداری بابت رفت و آمد و بیمارانشون حساسیت هایی دارن، آره، یا اینکه دندان پزشکانی که من این رو باز از اون جبهه دندان پزشکان میگم اینو خدمتتون که میگن ما بیمارانمون مثلا از راه دور اومدن، من نمیتونم چندین مرحله بهش بگم برو بیا، واقعا هم برای اون سخته، مخصوصا توی تهران که خب هم رفت و آمد سخته، هم به خاطر مثلا محدودیت موندنش اینجا یه شب باید اضافه پول هتل بده و همه اینها هست. ولی خب به هر حال باز در نهایت شما میگید چیکار کنن، میگید که به خاطر کیفیت کار اون زمانو صرف کنن یا نه به یه شکل دیگه تعامل برقرار کنن. توی اینجور مواقع سعی میکنیم که کار رو تو اولویت بذاریم، خب یه سری کارها رو جدا از کارهای دیگه تو اولویت میذاریم، میفرستیم جلوتر که کار زودتر انجام بشه برای بیمارهایی که از شهرستان میان. ولی خب اینجور مواقع رابطه دقیق‌تری رو میطلبه که پزشک بگیره. اگر نیاز به امتحان کارهای مثلا فری‌اند، مثلا امتحان میفرستیم زودتر امتحانش رو از اون ور دوباره تو اولویت میذاریم، باز این بهتر از اینه که کار بره مثلا یا نشینه یا کوتاه باشه، بخواد از اول کلن تجدید بشه، این بدتر زمان رو تلف میکنه. پس اگر نیاز به امتحانم بود خب بهتر امتحان بشه. در کل آقای مهندس، برای بهبود و تقویت ارتباطتون با دندان پزشکان، حالا اختصاصا الان فقط در رابطه با دندان پزشکان میخوام بدونم، چه کارهایی رو انجام میدید که رضایتمندی دندان پزشکان از محصولی که از لابراتوار میگیرن بیشتر باشه؟ از این طرف خب به هر حال شما وقتی که رضایتمندی دندان پزشکتون رو دریافت میکنید اینجا یه فیدبک بهتری داره و باز میتونید کار بهتری تحویل بدید. واسه این چه سیاستی دارید؟ ببین دو تا قسمته، یکی دکور کاره که پورسلنه، سعی میکنم که مثلا علاوه زیبایی کار اون تکنسیانی که داره پودگذاری رو انجام میده یا تکنسیان قابلی باشه که زیبایی کار حفظ بشه. دومین قضیه اینه که رابطه ها مانتایی که ما میگیریم دقیق باشه. یه سری کشومدگی های نامحسوس ممکنه تو کار ایجاد بشه، تری هایی که مثلا قالب گیری میشه دندون آخر رو نپوشونه، فشار تری پشت مد قالب گیری نباشه و دندون کش بیاد و ظاهرش هم کش اومده نباشه و ما اون رابطه‌ای که میگیریم ناخودآگاه رابطه ما باستر میشه میره تو دهن بلنده.
و اجاسی که توی دهن دکتر بخواد انجام بده واقعا زمان میبره. من سعی میکنم این رابطه ها رو تا جایی که میتونم چک کنم، اگر جایی بلندی و کش اومدگی داره اصلاح بکنم. بیشتر این چیز تو همین قسمت هست. کیفیت کار رو پس از این طرف هر چه توان دارید در بالا بردن کیفیت کارتون میذارید. سعیمون بدینه. بسیار عالی. گفتید پرسلنگذاری، من رفتم تو فضای طراحی فضای داخلی لابراتوار. به هر حال همه میدونیم یک سری الزامات قانونی و یک سری سیاست گذاری های کلی برای یک لابراتوار هست که خب به چه صورتی باید باشه. علاوه بر اون شما برای لابراتوار خودتون چه تدابیر رو داشتید واسه یه طراحی حالا فضا و تقسیم بندی فضای داخلیتون؟ خب ببینید، یه سری چیزا که خب جزء روتین قضایی ها هست، مثلا کوره هست دستگاه کسینگ، مثلا جایی باشه که حالا اگه بالکونی هست یا مثلا در پنجره ای هست که هواکش داشته باشه اون هضم موم راحت انجام بشه، تهویه هوا رو داشته باشیم توی قسمت مثلا پورسلان، این هواکش مثلا باشه، چون بالاخره گرد سیلیس نشست میکنه رو ریه، به مرور زمان ممکنه واسه سرطان بشه. یا نور لابراتوار مثلا قسمت پورسلان یه جور باشه که مثلا بتونه نور خوب بگیره، یا نورش تامین بشه، هواکشش تامین بشه. توی قسمت مثلا چیدن مثلا کارهای مختلف رو سعی میکنیم که البته روزی که آدم میاد توی جای جدید این پوزیشن ها رو میچینه با توجه به دستگاه هاتون مثلا جاهای مختلفی رو داری. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای مهندس. در بخش بعدی خواهیم پرداخت به این که خب با توجه به تکنولوژی که داره رو به رشد هست و داره هر چه با یه سرعت خیلی زیادی داره رو به جلو میره، شما چطوری این دستگاه هاتون رو انتخاب میکنید، متریال هاتون رو به چه شکلی انتخاب میکنید؟ بریم که تو بخش بعد همراهتون باشیم. خواهش میکنم. در بخش قبلا به این موضوع اشاره کردم آقای مهندس، خیلی سرعت رشد تکنولوژی زیاد، قطعا لابراتوارهایی که دیجیتال بیس هستن این یکی از ایراداتشون میتونه باشه که تجهیزاتی رو تهیه میکنن، تجهیزات هنوز شاید در حین استفاده هستن، یه سری تجهیزات دیگه میان. دندان پزشکان به هر حال توقع این رو دارن که بهترین خدمت بهشون ارائه بشه و سرویس به روز میخوان، همینطور بیماران دیگه الان اینقدر تقریبا با شنیدم که بیماران از قبل آره از قبل آپدیت میکنن اطلاعاتشون رو، میان میگن میخوام اصلا با این سیستم برامون کار بشه. شما این رو چطور مدیریت میکنید توی لابراتوارتون؟ در مورد دستگاه جدید اگه من حس کنم مثلا قسمتی از لابراتوار نیاز به سیستم جدیدی داره که ندارم، دریغ نمیکنم، سعی میکنم اون دستگاه رو اضافه کنم یا اون سیستم رو اضافه کنم تا جایی که هم میشه آپدیت کنیم همون رو، اگه قابل استفاده است تا جایی که میشه از همون مواد و دستگاه ها استفاده میشه، جایی نیاز به تعویض باشه و دیگه اون سیستم یا مثلا دستگاه نتونه کار ما رو ساپورت کنه، میره جز اجناس عتیقه و یه سری دستگاه جدید با هزینه های سنگین باید اضافه کنید. موادتون رو چه کار میکنید آقای مهندس؟ مواد رو الان که وقتی که این قضایی ها پیش اومده و واقعا خب سخت‌تر شده، گرون‌تر شده، جنس ها سخت‌تر پیدا میشه با قیمت‌های خیلی بالاتر، مثلا متریال هایی که باز به دنیای دیجیتال هست، متریال های ولی خب هستن یک سری افراد که کالایی ها که تامین کارهای متریال رو انجام میدن با جاهای مختلف کار میکنن، ما سفارشاتی که میدیم و از وارد کننده های مختلف جمع‌آوری می‌کنن در ما ارسال. یعنی اونا با وارد کننده ها در ارتباط هستن، می‌دونن پکیج و حالات کاری رو طبق اون سفارشی که شما دارید. شما به چه شکلی با اون حالا افراد آشنا میشید؟ اونا خودشون میان خودشونو پرزنت کنن یا از طریق مثلا حالا همکارانتون یا از طریقای دیگه باشون آشنا میشید؟ نه، یه سری خب ممکنه تو گروه‌های دندونسازی، گروه‌های حالا که مربوط به این صنف هست خودشونو پرزنت می‌کنن و خب خیلیا از همکارا مثلا معرفی میکنن، کم کم آشنا میشیم دیگه. و این کلن این صنف یه جوریه که دهان به دهانه، چه با پزشک ارتباط گرفتن با پزشک جدید، چه مثلا در مورد نیرو، چه در مورد اجناس، به این صورت. برای این
حالا اینکه بدونید متریال جدید چی اومده یا دستگاه‌های جدید چیا هستن، چه کار می‌کنید، نمایشگاه‌های مختلف شرکت می‌کنید داخلی خارجی، این رو هم برامون بگید، چون می‌دونم تو این زمینه هم خیلی دقت نظر دارید برای تجهیزاتتون. کلاً کنگره‌هایی که برگزار میشه رو سعی می‌کنم شرکت کنم. همه معمولاً دندانپزشکا هم آپدیتن، ماشاءالله همه حضور پیدا می‌کنن. خب ما هم تو این کنگره‌ها کورسایی که برگزار میشه، من خودم به تبع چیزی که احساس کنم مثلا نیاز دارم کامل ترشم تو کورسای مختلف شرکت میکنم. اگر مثلا کنگره‌ای سمپوزیومی چیزی باشه، مواد جدیدی، متریال جدیدی، سیستم جدیدی چیز ران بشه، من سعی میکنم در مورد اون مطالعه کنم و یه سری اطلاعات جدید کسب کنم. با توجه به نیازی که حالا هست دندانپزشکانتون سراغ دارید، اونها رو تهیه میکنید. یه نکته جالبی خودتون فرمودید، خواستم از این استفاده کنم سوال بعدی ما ازتون بپرسم. گفتید که این صف صف یه هستش که دهان به دهان شاید شما باید یه کار خوب انجام بدید، تحویل دندانپزشک بدید، دندانپزشک به دندانپزشک دیگه شما رو معرفی میکنه، یا به همین صورت خب چون شما میلینگ سنتر دارید قاعدتا لابراتوارهای دیگه شاید به شما مراجعه میکنن. آقای مهندس راد خودشون رو چطور برای این جامعه پرزنت میکنه؟ دنیای مارکتینگ واسه شما به چه صورتیه؟ ببینید، من به نوعی مزیت رقابتی خودم رو توی همین بحث دیجیتال دیدم که همکارا بیشتر توی این زمینه منو شناختن، آشنا بودن خودم بیشتر با سیستمای ایمپلنت. خب خیلی مواقع یه ایمپلنت میاد دست لابراتوار و سیستمشو دکتر نمی‌نویسه، لابراتوار روش نمیشه زنگ بزنه به پزشک بگه این سیستم چیه، و خیلی مواقع مثلا زنگ میزنن به من عکس میفرستن یا طبق این حالت ها من مثلا سیستمشون میفهمم چیه یا بهشون میگم، یا خود پزشک حتی مثلا بیمار از جای دیگه مراجعه کرده دیگه دسترسی به پزشک قبلیش نداره، سیستمو مثلا میخوان بدونن چیه یا غالب همچین مواردی رو میخوان بگیرن. حتی من خودم شده مثلا رفتم توی کلینیکا مثلا ایمپرشن کوپینگ های سیستم های مختلف ها از هر کدوم یکی دوتا مثلا دارم، رفتیم مثلا تست کردیم که چه سیستمی بوده و پزشک قالبش رو گرفته. خب بچه، یعنی از همین طریق خودتون رو معرفی میکنید، تبلیغاتتون به چه صورتیه؟ این رو برامون بگید. تو فضای مجازی حالا دهان به دهان که گفتم، خب لابراتوار دیگه کم کم خب به هم معرفی میکنن مثلا کار اواتمنتشون رو، مثلا بالاخره همه دستگاه میلینگ ندارن، ارجاع باید بدن به جای دیگه، لابراتوار دیگه. اینجوری تقریبا بین هم آشنا شدیم و برای دندان پزشکان خب دوباره به همین صورت پزشک راضی بوده مثلا منو به یه پزشک دیگه معرفی کرده. پس کار با کیفیت تحویل میدید، سعی میکنید تعاملتون رو بیشتر کنید، خوشقول باشین، خوشقول بودنتون، متعهد بودن لابراتوار نسبت به اون حالا کاری که داره انجام میده. و بعد یک مسئله مهمتری که من از توی صحبت های شما برداشت داشتم این که از اون توانمندیتون خیلی خالصانه بدون اینکه توقعی داشته باشید در اختیار حالا یا دندانپزشک یا لابراتوار دیگه قرار میدید که اونها یعنی عملا یه جورایی عجین میشن با این آره توانایی شما، و از این طریق شاید بتونن باز من به دیگران هم میگن آره بدونم، یعنی واقعا دوست دارم مثلا شعر اطلاعاتتون رو بسیار به این شکل انجام بدید. مرسی آقای مهندس. حالا تقریبا به سوالات پایانیمون رسیدیم. میخوام بدونم که به هر حال این مجموعه‌ای که دارید الان در موردش صحبت میکنیم چون با بخش‌ها یا شاید بگم قسمت‌های مختلفی در ارتباط هست، از یک طرف با لابراتوارهای دیگه، دندان پزشکان، خب خرید کالا، یک سری انبار دارید قطعا دارید که اینو هم بفرمایید، اینها به چه صورتی از لحاظ حسابداری کاراش انجام میشه؟ آیا خودتون شخصا انجام میدید، فرد خاصی رو دارید برای این کار، یا از بیرون یک نفر این کار رو براتون برون سپاری کردید در اصطلاح؟ نه خب داخله اونم، یکی از نیروهامون کار حسابداری رو انجام میده، ایشون هم تقریبا در روال کار در جریان کارها هستن. به چه صورت؟ هر قسمتی که کار انجام میشه اون نیرو کاری که انجام میده رو به تفکیک نوع کار، اسم پزشک و اسم بیمار یادداشت میکنه تو دفترش.
و طبق همون مثلا وچش رو دریافت میکنه، آخر ماه حساب میشه. همون دفتر به دست حسابدارم خب میرسه، روز به روز طبق اون دفتر دوباره تو سیستمش چک میکنه کاری که روز اول ثبت شده تعدادش با مثلا سیستم دفتر بچه ها همخونی داشته باشه و در نهایت سر ما فاکتور ارسال میشه. خب این یه قسمت کار حسابداریتون هست، قطعا حسابدارتون با انباردارتون هم در یه ارتباطی هستن دیگه، درسته؟ اولی که بفرمایید اون انبارداری برای متریالتون به چه شکلی انجام میشه، یعنی چه قوانینی رو خودتون دارید که استفاده میکنید برای انبارداری متریالتون، و بعد اینکه این ارتباط بین انباردار و حسابدارتون به چه صورتی هست؟ ببینید سیستم حسابداری من سیستم انبارداری هم داره، ولی برای متریال مصرفی لابراتوار خب به این صورت نیست که من بخوام چیزی رو توی سیستم انبارداریم اضافه کنم. تقریبا وقتی پودری، متریالی، یچی رو به اتمامه، بچه ها خب نیروهایی که تو همون قسمت دارن کار میکنن یا خودم میبینم زودتر سفارش رو میدم. ولی خب توی پریمیلتا چون سیستم های مختلف داره، هر کدوم باید بدونیم چه تعدادی داریم، آمارش رو داشته باشیم که بتونیم ثبت سفارش کنیم، چون مثل کالای مصرفی نیست که زنگ بزنیم مثلا بعد از ظهر برامون بفرستن، خب اینا زمان میبره ثبت سفارشش. به خاطر همون تو سیستم انبارداری هر کاری که انجام میشه، کاری که میلینگ میخواد بشه، تعدادش رو از توی سیستم انبارداری بچه ها کم میکنن و از جای مربوطه برمیدارن کارش رو انجام میدن. مثلا من میخوام یه مثال داشته باشم اینجا به عنوان نمونه. میدونم که متریال مختلف کار میکنید، بلانک زیرکونیا دارید، چند تا بلانک زیرکونیا توی انبارتون ذخیره دارید و میبینید خب داره کم میشه، میرید جدیدن سفارش میدید که بیاد انبارتون خالی نباشه. مثلا بلانک های زیرکونیا خب سایزهای مختلف داره، تو قطرهای مختلف داره. پرکاربرداشو بگید. آره بیشتر مثلا قطر 13 12 مثلا پرکاربردتره. بعضیا مثلا دندون برفرض مثلا ارتفاع بلندتری داره، خب قطر زیرکونیا دیسک اون باید بیشتر باشه که اون دندون تو اون دیسک قطر جا بشه. از هر کدوم یه تعدادی داریم، مثلا 10 15 تا داریم، اگه کمتر بشه که دوباره شروع میکنیم به ثبت سفارش. به سفارش دادن. خیلی ممنونم از اینکه این همه خواهش. با جزئیات برامون توضیح دادید. فکر کنم یواش یواش دیگه دارید خسته میشید، البته گفتگوی ما داره به پایان میرسه، خیلی دیگه بیشتر از این اذیتتون نمیکنم. متشکرم آقای مهندس. خواهش. خب آقای مهندس، میدونم که لابراتوارداری خودش کار پرهزینه، یه فعالیت بسیار پرمشغله و همچنین یه کار پر ریسکی هست. دوست دارم که از این ریسکا برمون بگید و اینکه حالا چه کار میتونن لابراتواردارهای جوان یا کسی که شاید میخوان تازه وارد این فیلد بشن چه کار میتونن بکنن با توجه به تجربه‌ای که شما تا به الان به دست آوردید که این ریسک رو کاهش بدن، حالا چه از لحاظ زمان چه از لحاظ هزینه. کسایی که جدید دارن وارد میشن، خب بالاخره هر کسی معمولاً یه سری محدودیت‌ها داره وقتی داره یه کار رو شروع میکنه، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ مکانی. من پیشنهادم اینه که بهترین خودشون باشن، یعنی اینکه اگر برفرض کار متحرک نمیکنن، خب بگن کار متحرک نمیکنیم، فقط کار ثابتشون رو انجام بدن. اگر مثلا توانایی داشتن دستگاه میلینگ رو ندارن، دیجیتال بودن رو ندارن، اون قسمت رو مثلا برون سپاری کنن به کسی که واقعا توانایش رو داره که کارشون به بهترین نفع توی شروع کار انجام بشه که یه کار با کیفیت بتونن ارسال کنن از لابراتوارشون. یعنی شاید در ابتدای کار نیاز نباشه که یک لابراتواری داشته باشن که همه کارو خودشون بتونن انجام بدن، میتونن با یه قسمت کوچیک و عمده شروع کنن. و یه سوالی که ذهن خودم رو درگیر کرده بابت این مسئله این هستش که خب به هر حال هزینه های خیلی زیادی در لابراتوار اتفاق میفته. یکی از مهمترین اون هزینه ها بس کارهایی هستش که حالا تجدید میشه، کارهایی هستش که خب در اثر یک یا خرابکاری یا اتفاق به هر حال توی لابراتوار ممکنه دستگاه یا نیروی انسانی به هر حال یک اتفاقی بیفته و اون کار باید تجدید بشه.
شما سیاست کلیتون برای هم سیاست کلی هم سیاست جزئیتون برای این تجدیدی ها چیه؟ نمیشه جلوی این قضیه رو گرفت که سعی میکنیم کمش کنیم با دبل چک کردن QC این تجدیدی ها کمتر بشه، با امتحان کردن کارکاری اگر مشکوکه این تجدیدی ها کم بشه، ولی خب اگر به هر دلیلی قسمتی کاری اگر مشکل داره کاملا کاور نکرده، مثلا دندونو میزکست شده همچین اتفاقایی بیفته، به ناچار تجدیدش میکنه. خب اگر که اون مشکل از طرف نیروی انسانی باشه چه برخوردی میکنی با اون پرسنلتون؟ عزیزم تجدیدش کن. سه بار چهار بار بشید بهش میگید عزیزمشو برمیدارید یا باشه باشه که با خشونت بیشتر تجدیدش کن. چون برحال هر دفعه که تجدید میشه مستلزم هزینه است برای بالاخره شو. خب هزینه داره، اون تکنسیان هم مجبور دوباره بزنه، خب اونا خب سعی میکنن که این اتفاق نیفته که بخوان دوباره یه کار رو دوباره تکرار بزنن. خب تکرار یه کار واقعا خوشایند نیست برای بچه ها. هم از لحاظ اینکه واقعا آدم وقتی یه کار تکراری انجام میده خسته میشه و همین که خب چون میدونی یه بار انجامش دادی دوباره. حالا چیزی که من از یکی از پرسنل شما شنیدم این بود که میگفتن آقای مهندس با یک منشی برخورد میکنن که من اینقدر خودم شرمنده میشم بابت اینکه مثلا این کار نیاز به تجدید داره، چون به هر حال من نمیتونم اون خسارت رو جبران کنم از لحاظ مالی، ولی اون شرمندگیش همراه من میمونه. یعنی این اخلاق شما باعث میشه که شاید دقت مضاعفی داشته باشن روی اون کار که اون اتفاق نیفته. ببینید خب این کار مثل یه کاری نیست که فقط یه قطعه بخواد تولید بشه همیشه یه چیز ثابت بشه، یه جوریه که توش خلاقیت نیاز داره، کیس با کیس مثلا با هم متفاوته. اینه که من تا جایی که میشه سعی میکنم تفیض اختیار کنم که بچه ها بتونن مثلا تصمیم گیری داشته باشن، بتونن اگر کاری رو خودشون حس کردن مشکل داره تجدید بکنن، اینا رو براشون این باز گذاشتم که اگر کاری نیاز به تجدید داره تجدید کنن، نگران آنچنان هزینهش نباشن. اون چون رو بخواد همون جوری بره جلو خب ضربهش به خودم برمیگرده. بسیار یکی از ریسکای این حالا شغل شاید این باشه که کاری که میفرستید پیش دندان پزشکتون، حالا بعد از یک مدتی به هر دلیلی حالا ما قسمتی که مربوط به لابراتوار میشه ممکنه که دچار فیلر بشه، این رو چه فکری براش کردید، چه کار میکنید و واقعا پیشنهادتون چیه؟ تقریبا میشه گفت اینه که بیشتر مچ شدن با پزشکه توی لابراتوار، که چک شدن توی همه مراحل، دبل چک شدن تو قسمت های مختلف، هر کی مسئول کار خودش باشه و دل بسوزونه و چک کنه اون کار رو، کاری که اگه مشکل داره ارسال نشه. توی مطب هم خب به همین صورت، کاری که میاد برای امتحان خب ممکنه درصد خطایی توی رابطه داشته باشه، رابطه جدید گرفته بشه، موم جدید گرفته بشه، اگر نکته ای مثلا پزشک میبینه دقت بیشتری اونجا داشته باشه، اگر مثلا ابادمن کامل کاور نک، مثلا روکش کامل کاور نشده، همونجا مثلا جلوی خطا رو بگیره به ما اعلام بکنه، این قضیه خب خیلی تاثیر داره توی روال کار و تجدید نشدن کار. پس تعامل متقابل میطلبه، هرچه حالا شاید تجربه خب بیشتر هم میطلبه یا شناخت از اون دندان پزشک، ولی خب به هر حال تعامل متقابل هم باید داشته باشه. برامون بگید آقای مهندس، با توجه به اینکه میدونم جوان هستید و خب شاید خیلی سال نباشه که خیلی تجربه لابراتوار دارید داشته باشید، اما موفق بودید تو مدیریت لابراتوار خودتون، از چالش های مدیریت یه همچین مجموعه ای برمون بگید. کلن استرسه. لابراتوار داری استرسه یا مدیریت استرسه؟ جفتش. کلن لابراتوار خیلی فشار و استرس داره. اینکه یه کار مثلا فورسه، مثلا یه نیرو حواسش نبوده مثلا دستور کار رو نخونده، یا یه کار باید جدا میبوده حواسش نبوده متصل طراحیش رو انجام داده، یه کار به مشکل خورده، یه کار عجله‌ایه، این کارمون الان وقت داشت مثلا نفرستادیم،
یا مثلا نگفتن که وقت داشته، یهو مریض فردا عروسیش میشه، یهو اینجور داستان یا فردا مسافره یا عروسیشه. اینجور اتفاق خب میفته که یهو ما رو به چالش میندازه، استرس کار رو میبره بالا. خب زود باشین نمیدونم این کار رو انجام بدید، خب این قضایه توش زیاد میشه. بارها بوده که من دیدم از شما که خب جمعه تایم کاریتون بوده، ساعت 10 شب تایم کاریتون بوده، مزاحمتون شدیم ما به هر طریقی. خیلی مواقع جمعه بودیم، نصف شب بودیم. یعنی پس لابراتوار داری این نیست که حالا بعضی این تفکر دارن که خب برم یک دستگاه بخرم، بیام بشنم این که متریالم که دارم سفارش بگیرم و بزنم و کارو تحویل دندانپزشک بدم. این تصور کاملا پس تصور اشتباهی هست. این با یه مدیریت و مدیریت جزئیات خیلی زیاد، چه از لحاظ رفتاری و چون به هر حال با یه قشر فرهیخته جامعه در ارتباط هستن، با یه قشری که به هر حال پر مشغله هستن، گرفتار هستن و توقع بهترین رو دارن. خب پزشکم بالاخره باید ما راضی نگه داریم، به طبعش پزشک باید بیمار خودش رو راضی نگه داره. خب این قضیه خیلی چیز آسونی نیست. خب ما باید این قضیه رو منیج بکنیم، شده کاری فورس یا برمیگرده باید سریع انجام بشه، دوباره ارسال بشه، یک سری تعامله باید دقیق‌تر بشه. بیمار میاد مثلا برای کار لامینیت، بعد چیزی که توی ذهنش رو درست نمیتونه به پزشک منتقل کنه و پزشکم خب به طب یه کار رو بر ما ارجاع میده و ما هم میسازیم. مثلا یه کار با تکسچر قشنگ، مثلا با لبتر اسلوسنس میسازیم، میره، بعد بیمار میگه من مثلا میخوام روش خیلی صاف و تخت و صیقلی باشه، لبش هم مثل بدنش چرا اینجاش روشنتره. کاری که مثلا اینی قشنگ دو روز روش فقط بابت پرسلنش وقت گذاشتی، باید همه رو بتراشی دوباره یه فرم کامپوزیتی بدی. میدونید خب اینجور اتفاقا میفته. چقدر صبر و حوصله میخواد، چقدر احترام به سلیقه بیمار میخواد. صبر و حوصله میخواد. خب فشارهایی که ایجاد میشه، خب اینا رو باید آدم انجام بده. یعنی باید خب بیمارم راضی باشه، پزشکم راضی باشه. ما این کارها رو، اصلاحات رو انجام میدیم واقعا. بسیار عالی، خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیارمون قرار دادید. میدونم که به هر حال تایمی بود که باید درگیر کار می بودید، اما وقتتون رو به ما دادید. متشکرم از زحمتی که کشیدید. برامون بگید به عنوان سوال پایانی، آقای مهندس راد، آیا ایوا یا ایکاشی دارن که بگن من کاش که این مرحله از زندگی رو این کار میکردم، یا این مرحله از شرایط حرفه‌ای رو به این شکل پیش میرفتم که الان دوست داشته باشن بگن به ما؟ دل سرد نشدم، ولی خب خیلی مواقع این فشار یهو زیاد میشه، استرس کار بالاست. دقیقا چند روز پیش یه اتفاقی برامون افتاد، یه کار خیلی ساده و روتینیه که انجام میشه. توی تزریق آلیاژ میسکست شد، یعنی تزریق نشد. تو هر 100 تا کیس ممکنه یک بار اتفاق بیفته، ولی خب همون چالش برانگیزه. دقیقا کیسی بود که مثلا بیمارش از شهرستان میومد، از فیروزکو میاد. خب سخته به خاطر مثلا یک واحد پست، دوباره پزشک بخواد از اول قالب بگیره، بیمار بخواد از راه دور دوباره بیاد. خب اینا چیزایی که با آدم استرس وارد میکنه. یهو من میبینی چند تا مورد پشت سر هم پیش میاد، اما تو بگی کاش این کار انجام نمیداد، اصلا از اول کلا انجامش نمیدادم. با خیال راحت میرفتم یه جا مینشستم، کارمند بودم، کار میکردم، دوباره میری خونه فرداش میگی نه من این کارو دوست دارم. دوباره میای برمیگردیم دوباره به همون علاقه هی که دوباره شما رو دقیقا. بهتون انگیزه رو میده که ادامه بدید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون، با جزئیات برامون توضیح دادید. به هر حال مخاطبین این برنامه علاوه بر دندانپزشکان عزیزمون، یک عده از شاید افرادی هستن که تازه میخوان وارد فیلد لابراتواری بشن یا وارد فیلد لابراتواری شدن از قبل، لابراتوارشون به صورت سنتی هست، میخوان الان این رو گسترش بدن، به صورت دیجیتال بیسش کنن.
با توجه به تجربه‌ای که توی این سالها به دست آوردید، با توجه به علمی که از تحصیلات آکادمیتون دارید، چه توصیه‌ای دارید برای این افراد؟ ممنون میشم که از طریق این دوربین باهاشون این موضوع در میون بذارید. برای همکاران خودم این پیشنهاد رو دارم که واقعا از کار نترسن، از آموزش دیدن نترسن. کورس هایی که برگزار میشه، کلاس هایی که برگزار میشه، واقعا همه رو شرکت کنن. خودش باعث رشد میشه، خودش باعث میشه که کارتو روز به روز بهتر بکنی، بفهمی خطاات کجا بوده، چی رو داشتی اشتباه انجام میدادی. این کلاس ها و کورس ها واقعا کمک کننده است برای کسایی که تازه وارد این قضیه میشن، یعنی تازه درسشون تموم شده و یه جاهایی کار کردن و دارن لابراتوار میزنن، چه تکنسیان باشن و چه لابراتوار از خودشون باشه. خیلی ممنونم آقای مهندس، دستتون در نکنه، متشکرم. بینندگان عزیز، از اینکه تا اینجای برنامه با ما بودید خیلی متشکرم. منتظر انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم. خیلی دوست دارم که اگر که سوالی هست که توی این گفتگو براتون پیش اومده و توی این گفتگو جوابش رو دریافت نکردید، با همون در میون بذارید. تا دیداری بعد، بدرود.